سلام دوستای گلم به 42 دومین جلسه از آموزش مقدماتی زبان جکوری خوش آمدید در این جلسه میخوایم راجع به آپشن های دیالوگ باکس با هم دیگه صحبت کنیم من آپشن هایی که میخواستم براتون توضیح بدم رو اینجا آوردم نوشتم تا سریعتر بتونم براتون توضیح بدم اولین آپشنی که میخوام به شما توضیح بدم پراپرتی تایتل هست که به ما کمک میکنه البته قبلش یادتون باشه براکت رو بذارید حتما کمک میکنه که تایتل دیالوگ باکسمون رو تغییر بدیم خب این تایتل رو من سیف میکنم اینجا ریفرش میکنم ببینید که اومد و این تایتل مسیج باکس ما رو برای من تغییر داد مسیج باکس رو میتونیم هم جابجا کنیم هم ریسایس کنیم توجه کنیم ببینید میتونیم هم جابجا جا کنیم هم ریسایز کنیم آپشن بعدی که میخوام بهتون توضیح بدم آپشن اتو اوپن هست که من میام اینجا اضافه میکنم مقدارش رو میذارم فالس چرا به ما کمک میکنه که وقتی صفحه ریلود شد این به صورت اتوماتیک دیگه بالا نمیاد ببینید من هر چی صفحه رو ریفرش کنم دیگه بالا نمیاد ولی مقدارش که ترو بذارم ببینید دیگه باز باز میشه موقعی که صفحه لود بشه آپشن بعدی بیل هست که کمک میکنه بتونیم مسج باکس رو درگ کنیم یا نه خب من ریفرش میکنم ببینید من امتحان میکنم دیگه نمیتونم مسج باکس رو درک کنم به همین سادگی آپشن بعدی که میخوایم براتون توضیح بدم هیت و ویتس هست که میتونیم سایز مسیج باکسمون رو تغییر بدیم من اینجا هیت و ویتس رو تغییر دادم به 500 در 600 ببینید چقدر بزرگ شد خیلی بزرگ شد و میتونید سایزش رو کم کنید مثلا 250 در مثلا 400 ببینید این یکی متعادل تره به همین سادگی آپشن بعدی میتونید هاید و شو رو بیایید اینجا تست کنید ببین هاید و شو که به ما کمک میکنه انیمیشن هایی که موقعی که قرار لود بشه رو تغییر بدیم و مورد دلخواه خودمون بذاریم ببینید الان بانس گذاشتم هاید بانس و شو ببینید سیف میکنم اینجا به ریفرش میکنم ببینید الان بانسه موقعی که میبندمش این شکلی کویت میشه همچنین میتونید از متد هاید و شو برای تنظیم سرعت هم استفاده کنید برای مثال من میذارم هزار میلی ثانیه برای هاید شدن و هزار میلی ثانیه برای نمایش دادن دیالوگ باکس ببینید چقدر زمان میگیره حالا میبندمش به همین راحتی